ادامه بازداشت های خودسرانه در ایران، آنچه محمود احمدی نژاد امروز در رشت بود. در مجلس شورای اسلامی نیز گفته شد انتشار گاز سمی در مسجد سلیمان جان هزاران تن را تهدید می کند. امشب در تفسیر خبر از صدای آمریکا. با سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید. در پی به نتیجه نرسیدن مذاکرات اتمی 5+1 با نماینده جمهوری اسلامی در استانبول، روز یکشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بار دیگر در سخنان خود در رشت بر ادامه غنیسازی اورانیوم در ایران تاکید کرد. آقای احمدی نژاد امروز رسما علی اکبر صالحی را نیز به عنوان وزیر خارجه دولت خود به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. همزمان امیدوار رضایی نماینده مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی، نخستین شهر نفتخیز مسجد سلیمان در خاورمیانه، امروز هشدار داد نشت گاز سمی در این شهر ساکنان هزاران خانه را در معرض خطر قرار داده است. آن سوتر هومن نعمتی فعال دانشجویی در مازندران بازداشت شد. دستگاه قضایی نظام ولایت فقیه در ایران احسان مهرابی روزنامه نگار را به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرد. در قزوین 50 تن از کارگران شرکت تاج قزوین اخراج شدند. رسانه خبری ایران کارگر نیز از تعطیل شدن چندین کارخانه آجرپزی خبر می‌دهد و همچنین از بیکاری صدها کارگر این کارخانجات. چرا نظام ولایت فقیه در ایران که به گواه اخبار قادر به تامین سوخت آجرپزخانه ها نیست، اصرار بر ادامه برنامه اتمی شک برانگیز خود دارد؟ ادامه بازداشت روزنامه نگاران و وکلای دادگستری مانند نسرین ستوده و محمد اولیایی فرد، ابوالفضل عابدینی، عیسی سحرخیز و دانشجویان از جمله بهاره هدایت، شبنم مددزاده و بهروز جاوید تهرانی، همچنین روحانیون غیر دولتی مانند آیت الله کاظمینی بروجردی و هواداران او و نیز فعالان سیاسی از جمله آقای حشمت الله تبرزدی و ارژنگ داوودی و دیگران، چه هدفی را دنبال می کند حکومت ایران در ادامه این بازداشت؟ آیا نشستن علی اکبر صالحی به جای منوچهر متکی در وزارت خارجه ایران به معنی تغییر سیاست خارجی حکومت ایران خواهد بود؟ اینها و پرسش های دیگر در این زمینه ها را در میان می گذاریم با آقای فرد صابری، فعال سیاسی که در سفری از سوئد به واشنگتن با من و شما در استودیوی تفسیر خبر هستند، و همچنین دکتر جمشید فاروقی پژوهشگر تاریخ در بن آلمان. احمد رأفت عزیز نیز با گزارشی از روم با ما خواهد بود تا لحظاتی دیگر. خب احتمالاً بسیاری از بینندگان و شنوندگان برنامه رادیوی صدای آمریکا با چهره و نام آقای فرد صابری آشنا هستند. برای اونایی که آشنا نیستن مختصری معرفی میکنیم. وقت ما خیلی کمتر از بیوگرافی و زندگی نامه سیاسی آقای فرد صابری هستش. آقای فرد صابری از ایرانی تبارهای سوئدی هستند، یا از ایرانیانی که سالیان در سوئد بودن، توانستند به رده‌های بالای سیاسی در حزب لیبرال سوئد برسند، از جمله عضویت در شورای ملیت‌های مختلف در سوئد، چون ملیت‌های مختلف در اونجا زندگی می‌کنن، در حزب لیبرال سوئد که بسیار بسیار حزب مهمی است و چندین بار دولت رو در دست داشته، از جمله الان هم داره فکر می‌کنم، بله در سوئد ایشون در اونجا هستن، چندین بار نامزد این حزب شدن در شورای شهری استانداری و همچنان به فعالیت‌های خودشون بیشتر محور فعالیت‌هاشون در ارتباط با ایران، بازتاب دادن آنچه که در ایران می‌گذره در عرصه سیاسی و تأثیرگذار
سوئد هست و مطبوعات، رسانه‌های خبری، تلویزیون‌های سوئد، شبکه‌های تلویزیونی بارها و بارها در ارتباط با مسائل ایران با ایشون مصاحبه کردن. اگه بخوام توضیح بدم نیم ساعت ما کافی نیست، امیدواریم در برنامه‌های دیگه بتونیم بیشتر بر توضیح بدیم توضیحات دیگه‌ای رو هم درباره فعالیت‌های ایشون. خوشحالیم با ما هستین، سلام شما، خوش اومدید. سلام جناب چرنگیز، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. به سلام عرض میکنم خدمت دکتر فاروقی در آلمان. من در خدمت شما هستم. آقای صابری، برنامه مذاکرات استانبول ناتموم بود. آقای احمدی نژاد در زادگاه شما گیلان رشت امروز باز هم گفت که ما به نحوی پیروز شدیم و ادامه خواهیم داد غنی‌سازی اورانیوم. هر وقت بگی همچین بن‌بستی میرسه، مذاکرات به جایی نمیرسه، شما چه میبینید؟ نتیجه چی هست برای مردم؟ ببینید، جمهوری اسلامی این اولین باری نیست که از این ترفندها استفاده میکنه. آقای احمدی نژاد همینجوری که گفتین وقتی به بن‌بست مینشست شروع میکنه هی شعارها رو پررنگ کردن و با شعار مسئله رو به جلو بردن. خود دولت جمهوری اسلامی و جامعه بین المللی هم کم و بیش متوجه شدن که مسئله اتمی به جایی نمیرسه. به همین دلیله که آقای احمدی نژاد که همین امروز هم شروع کردن با شعارهای بسیار تند در مورد مسئله اتمی، باز هم شروع کردن و شعار دادن که ما پیروز شدیم و از همین صحبت‌هایی که در حدود چندین و چند سال داره پشت سر هم تکرار می‌کنن. بعضی موقع این شعارها پررنگ میشه و بعضی موقع این شعارها بسیار پایین میاد. اینا من فکر می‌کنم که به جایی نمیرسه مسئله اینها و به نظر من این مسئله شکست خورده است و فقط وقت میخرند و این وقت رو هی میخوام جلو ببرم. خوشبختانه جامعه اتحادیه اروپا هم این مسئله رو فهمیده و جامعه بین المللی مسئله رو فهمیده که اینا فقط دنبال وقت هستند. برای چی وقت میخرند؟ میخوان چی کار کنند؟ ببینید، جمهوری اسلامی خودتون میدونین به بن‌بست بسیار بزرگی برخورده. یکی بن‌بست در داخل خودشه، با مردم خودشه، یکی هم بن‌بستی که در خارج از ایران هستش. جمهوری اسلامی هی وقت میخره، پروژه های جدید میاره، پروژه مسئله اکونومی خودش میاره جلو، فکر میکنه که با این مسئله میتونه پیروز بشه و یک طبقه بره بالاتر یا یک پله بره بالاتر. متاسفانه شما ببینین هر روز که این پروژه ها رو میده یک پله پایینتر میاد به جای اینکه بالا بره. منم فکر نمیکنم به جایی برسه. هیچ جوابی ندارم برای این سوال، به خاطر اینکه صحبت ها رو شما نگاه بکنین 8 سال اتحادیه اروپا با اینها بحث کرد، الانش هم دوباره بعد از 8 سال اومده دوباره پای میز مذاکره نشستن با گروه 5 به علاوه 1، باز هم به نتیجه رسیدن. همون صحبت ها و همین صحبت های تکراری. بله، خب باز خواهیم گشت به استودیو. آقای دکتر جمشید فاروقی برای بینندگان ما چهره آشنایی هستن، در مسئول بخش فارسی صدای آلمان دوچه وله هم هستن. البته در این برنامه نقطه نظرهای خودشون رو مطرح میکنن و ارتباطی با آنچه که در دوچه وله هست و مسئولیتیشون نداره. به عنوان پژوهشگر تاریخ دارای کتاب‌های درباره ایران، نظریه پرداز در زمینه‌ها یا تحلیلگر سیاسی در این برنامه با ما هستن. سلام به شما آقای دکتر فاروقی. من هم سلام دارم خدمت شما آقای چالنگی و آقای صابری عزیز، مهمان گرامیتون، و همینطور بینندگان محترم صدای آمریکا در هر گوش و کنار جهان. آقای دکتر فاروقی، وقت میخرن، نکته که آقای صابری برش تأکید کردن، خیلی ها میگن برای اینکه بمب اتم تولید کنه، اما این پرسش هم مطرح هست در ایران که واقعا برای روشن شدن بر وضعیت اتمی ایران این همه سال نیاز هست. خیلی ها معتقدن خود اروپا غرب هم بدش نمیاد از این بازی، دلبر جانان من برده دل و جان من، برده دل و جان من، دلبر جانان من. میگن ایران رو یک لولو سرخرمن کردن مثلا، نظر بسیاریست مردم، درست یا نادرست، سلاح بفروشن به اعراب، کشورهای همسایه، و و حقیقت کجاست؟ واقعیت چیست؟
در ارتباط با واقعیت این قضیه من میتونم بگم این تلاش جمهوری اسلامی اگه برای خریدن وقت بود، خب این سیاست سالهاست که نخنما شده و هم استراتژی‌های غربی و هم در واقع صاحبان قدرت در منطقه به وضوح دیدن که این سیاست سیاستیه که به جایی نمیرسه و با تمام صحبت‌هایی هم که میشه که جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای به سالها وقت احتیاج داره، حتی اگر بپذیریم به یک سالی که اخیراً گفته شده، باز هم به این گونه نیست که جمهوری اسلامی بتونه این موضوع رو همچنان کش بده. من فقط یه نکته رو میخوام اشاره بکنم. یک احساسی در برخی از دست اندرکاران سیاسی داخل ایران هست، مسئولان مملکتی، که با یک نگاه تحسین و ستایش به آقای احمدی نژاد نگاه میکنن و این رو به عنوان نماد پایداری و استقامت در برابر فشار غرب میبینن و این سیاستی که جمهوری اسلامی تن به سازش نمیده و حاضر نیست که موافقت بکنه با کشورهای پنج به اضافه یک و مسائلی که مربوط به مناقشه هسته ای میشه، این رو به عنوان یک دستاورد، به عنوان یک پدیده مثبت میبینن، در حالی که اگر نخوام من واژه ساده لوحی رو به کار ببرم، باید بگم که یک نوع ساده انگاری، در واقع سیاست پردازی ساده انگارانه است که جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه. و اگر که ما نگاه بکنیم، غرب مدت هاست که برنامه حمله نظامی به ایران رو گفته که منتفی نیست. حتی آقای اوباما با سیاست های صلح جویانه ای که داره دنبال میکنه، او هم گفته که این سیاست رو همچنان روی میز خودش داره و اگر راه دیگری نباشه از این استفاده میکنه. من میخوام بگم این کاری که در واقع مسئولان جمهوری اسلامی میکنن، به جای اینکه نماد استقامت و پایداری باشه، سیاستیه که میتونه منافع و مصالح مملکت رو به خطر بیاندازه و جناحایی رو در کشورهای منطقه، در کشورهای غربی و در اسرائیل تقویت بکنه که مدت هاست میگن گفتگو و مذاکره با جمهوری اسلامی راه به جایی نمیبره و باید به قوه قهریه و با زور با این حکومت صحبت کرد و این خیلی خیلی میتونه خطرناک باشه و پیامدهای منفی برای کشور به همراه داشته باشه. برای کشور ایران منظور هست بره. و در ایران خبرها بسیار، ما امیدواریم ما حسابی روز خبرهای مثبت بیشتر باشه، ولی متاسفانه منفی است. حتی سایت دولت ببینید، همایش طلبکاران 80 هزار میلیارد تومانی از دولت، اینا نشستن جلسه کردن، جای مختلفی هستن، ادارات دولتی که یا سازمان ها، نهادها و پیمانکاران، طرحهای برق و نیرو بیش از 7 میلیارد تومان طلبکاران دولت. این یه گوشه قضیه. یه گوشه دیگه‌اش تعطیلی اغلب کارخونه‌های آجرپزیست گفتیم. دانشجو اولی نیست، آخری هم نخواهد بود، امیدوارم آخری باشه. آقای نعمتی، هومن نعمتی، مازندران بازداشت شد. احسان مهرابی زندان. قطعنامه پارلمان اروپا تأکید کرده و وکلای دادگستری در زندان. اولیای فرد، خانم ستون، این ایران روبروی شما. و الان ما خبری داشتیم، یعنی ارتباطات مختلفی که بود و اطلاعاتی که من دارم این هستش که هواداران آقای بروجردی، یکی از این زندانیان دکتر رویا عراقی است. بله، دکترای فیزیکه. منابع مختلف خبر دادن در زندان این بانوی ایرانی زیر شکنجه قرار گرفته. دیدن بد نیست، دکترای فیزیک خوب میشه، یه همچین سناریو نوشت، جاسوس اسرائیل هست، احتمالاً اتمی و و و. این یه همچین منظره چی به شما میده؟ این ایران رو، بله، بانویی که عکسشون رو در وسط این چهار هوادار آقای بروجردی میبینیم و اون آقای محمد رضا صادقی هم که تقریباً در آستانه فلج هست درستش. این ایران اینطور رو شما چطور تفسیر میکنید میبینید؟ آقای سارنگی، معمولاً کسایی که دست اندرکار سیاست هستن میدونن رژیم‌های دیکتاتوری، اونم به رژیم‌های از نوع دیکتاتوری مذهبی، وقتی به بن‌بست اساسی میرسن که این رژیم تقریباً الان شما نگاه کنید به غیر از یکی دو دوره به بن‌بست کامل رسیده، اینا و اینها هیچ چیزی ندارن، فقط روی یک پا سوارن. یک پای اینا که سوار هستن یه دونه، فشار روی مردم خودشون، زور، شکنجه، اعدام و دیگری هم دروغ گفتن، حاشا کردن و با این سبک جلو رفتن. رژیم جمهوری اسلامی
چیزی رو نداره ارائه بده، جایی رو گیر کرده که نه راهی پیش داره و نه راهی پس داره، با قول معروف نه میتونه عقب برگرده نه میتونه جلو بره، و تنها کاری رو که میتونه بکنه اینه که از راه فشار بیشتر به داخل به مردم خودش و در خارج از کشورم دروغ گفتن، حاشا کردن که نه ما اینجوری نیستیم، که دستشون هم دیگه برای جامعه جهانی رو شده و با این سبک جلو رفتن. شما نگاه بکنید کجای دنیا وکیل یک کشوری بیان بهش فشار بیارن و حکمایی به اینا بدن، حکمای بسیار بالا، که بعدش هم 10 سال 20 سال اینها رو از کارشون برکنار بکنن. هیچ جای دنیا شما نمیبینین یک همچین چیزی. من فکر میکنم که جامعه جهانی هم با نوشتن اعلامیه‌های مختلف، تذکر دادن، ناخرسندی خودش رو ارائه کردن به جایی نرسیده. فکر میکنم سیاست جدیدی باید اینجا ارائه بشه از طرف جامعه جهانی، و اون سیاست این هستش که باید مستحکم و محکم جلوی این رژیم وایستاد، و هیچ که نمیتونه با اعلامیه دادن و با ناخرسند بودن این رژیم رو بتونه آروم بکنه و دست از این کارش برداره. شما میبینین سالیان سال سازمان ملل، خود همین آمریکا که شما هستین، اتحادیه اروپا چندین و چند، شاید ده ها شاید هم صدها اعلامیه داده بر علیه اینها، ولی اینها به هیچ وجه پایبند به هیچ چیز نیستن. من فکر میکنم تنها راه برای این رژیم فشار محکمی هست که میتونه روی این رژیم بیارن و روابط دیپلماتیک و سیاسی و تا حدی هم روابط اقتصادی جامعه جهانی منظور. خب آقای فاروقی، گوشه دیگه از اینجا گزارشی هست که اومده بیرون، کمپین حقوق بشر ظاهرن این گزارشه و جاهای دیگه، که در 97 اعدام بوده در ایران در عرض 30 روز. عرض کنم خدمتون تعدادی از زندانیان رو باز بردن به بندهای انفرادی. 3 وکیل دادگستری با شکایت اداره اطلاعات به زندان محکوم شدن، امیر اسلامی، فرشید یداللهی و مصطفی دانشجو و وکلای دراویش گنابادی. دراویش زندان هم، وکیل درویش هم به زندان است. و در مسجد سلیمان گاز سمی، اینو دیگه وکیل شورای مجلس شورای اسلامی میگه، آقای امیدوار رضایی برادر آقای محسن رضایی که گفته هزاران خونه در معرض گاز سمی هستن در شهر نفخیز مسجد سلیمان، و میگه آب ناسالم و جیره‌بندی. این تصویری از چای شماره 1 خاورمیانه، در واقع ما هم در نزدیکی اونجا زندگی میکردیم، حتی عکسی رو برای من فرستادن که یکی از دوستان که بنده هم در جز بچه‌هایی بودیم که از این چای جز تفریحاتمون بالا میرفتیم و هوای خوب سالم، آب سالم، همه چیز بود. البته واسه من این هست، چرا اینطوریه؟ این کجاست؟ ایران به کجا داره میره؟ و در یه همچین شرایطی آقای محمد خاتمی میگه امروز ایرانی ها به حق و خواست های خودشون رسیدن، و آقای احمدی نژاد هم گفته همه جهان میخواد مثل ایران باشه و ایران ما خودشون میدونه از بس خوب. واقعیت کجاست آقای دکتر؟ آقای چلنگی، آن چیزی که در واقع ادعاهای مسئولین مملکتی است به یک سو، آن چیزی که در واقع در خیابان در گشت و گذر مردم شاهدش هستند موضوع دیگری است. اینکه چه فشارهای از نظر محیط زیست به این مملکت وارد شده و مسئولین جمهوری اسلامی ظرف این 31 سال چقدر بی‌اعتنایی از خودشون نشون دادن نسبت به آن چیزی که محیط زیست رو آلوده کرده، موضوعی که برای همه روشنه. ما از تالاب‌های شمال بگیریم استان گلستان تا حتی مسئله زاینده رود، و نمیدونم الان شما مسئله مسجد سلیمان رو داریم مطرح میکنین، در نقاط مختلف کشور به تنها چیزی که اهمیت ندادن به محیط زیست بوده و به شرایط در واقع سالم زیست شهروندان، که متاسفانه یکی از مشکلات جدی است. اما آن چیزی که در زندان‌ها پیش رفته ظرف این مدت نشون داده که جمهوری اسلامی همونجور
همونطوری که آقای صابری هم به درستی اشاره کردن، بین سرکوب نارضایتی و سرکوب ناراضی تفاوت قائل نشده، یعنی متوجه نشده که نمیتونه نارضایتی رو سرکوب بکنه، ممکنه بتونه ناراضی رو وادار به سکوت بکنه از طریق شکنجه و زندان، ولی نارضایتی باقی میمونه. نارضایتی رو شما نمیتونین با چماق به جنگ و مقابله باش بر بخیزین، بلکه اگر میخواین نارضایتی رو از بین ببرین یا کاهش بدین، باید به فکر مردم باشین و باید اقداماتی رو انجام بدین که در واقع از نابسامانی های اجتماعی بکاد. اما جمهوری اسلامی ظرف این مدت نشون داده که چنین سیاستی رو دنبال نمی کنه و این بنبستی که آقای صابری هم اشاره کرده، من کاملا بهش معتقد هستم. بحران سیاسی در ایران همچنان ادامه داره و بحران سیاسی به معنی نیست که فقط ما در خیابان ها با اعتراض های مردمی روبرو هستیم، بلکه بحران سیاسی همینه که شما الان میبینید در حوزه علمیه قم با ریزش طلبه ها روبرو هستیم، اینکه شما مجبور میشین کابینه دولت رو بیاین درش یک چنین دخل و تصرفایی بکنین، اینطور وزرا رو تغییر بدین، با سیاست هایی که الان ما میبینیم اصولگراها در برابر خود همین آقای احمدی نژاد و دولت ایشون قرار گرفتن، همه و همه اینها نشانه اینه که بحران سیاسی کماکان ادامه داره و نارضایتی مردم فقط حالا کافیه که یکی دو ماه دیگه قبض برق و آب مردم و گاز مردم هم به دستشون برسه. و فراموش نکنیم مگر در تونس چه گذشت؟ مگر الان در الجزایر و اردن ما شاهد چه چیزی هستیم؟ خیلی راحت این ثباتی که اینها با زور در واقع مسلسل و با زندان در جامعه برقرار کردن، این ثبات ثباتی نیست که پایدار باشه و این رو خودشون هم به خوبی میدونن. من اگه به جای آقای احمد خاتمی گفته باشم محمد خاتمی پوزش میخوام و منظور آقای احمد خاتمی هست که هر از چنگایی هم امام جمعه هستن. جامعه جهانی صحبتش بود در یه همچین شرایطی. آقای صالحی قرار رسما جای متکی آقای متکی بشینه در وزارت خارجه، تغییری در سیاست خارجه قابل پیش بینی است یا نه؟ کسی رفت کسی دیگری آمد، سیاست همان است که بود، انزوای رو بیشتر ایران. ببین آقای چالنگی، آقای فاروقی هم به واضح شرح دادن در خیلی جهات، یعنی همه چیز در همه کشورها سیاست، وزیر امور خارجه که سیاست رو نمیاره جلو. در یک جامعه سیاست از خود دولت میاد، وزارت خارجه، وزارت اقتصاد، وزارت بهداری، تمام وزارت خونه ها زیر اون تصمیم هایی که دولت میگیره. اینا وزیر امور خارجه رو عوض کردن تو کشوری مثل ایران، اونم با این رژیم، اصلا قابل اصلا صحبت نداره. آقای صالحی هر کی بیارن و نمیتونن، یعنی سیاست عوض شدنی نیست، سیاستی است که اینها فقط برای چانه زنی، فقط افراد عوض میکنن که کی میتونه بهتر چونه بزنه، کی میتونه بهتر سنبل بکنه و شعار بده. همین. خب آقای صابری ببینید در سوئد چطور نگاه میشه؟ ببینید شما جزء شورای ملیت ها هستین، حزب لیبرال، حزب حاکم دیگه نیست. بله. مسائل ایران چرا اینقدر براشون جالبه؟ بعد شما چه میکنه مثلا فعال سیاسی مثل شما در اونجا؟ ببینید جذابیت های کارهایی که ایرانی ها به هر حال اونایی که دست در کار سیاست هستن در هر احزابی که هستن روشنگری برای اونها که آقا این رژیمی که شما داری میبینین، این رژیمو شما نباید، این رژیمو شما مثل رژیم های دیگه نگاه بکنین بهش. این یک رژیمی است که به قول معروف مرغ یک پاه داره. آقای احمدی نژاد همینجوری که آقای فاروقی گفتن یک شبه میاد سازمان برنامه بودجه رو از بین میبره، یک شبه میاد بودجه رو تغییر میده، یعنی اصلا با سیستمای سیاسی بقیه دنیا فرق میکنه. به همین دلیل این روشنگری است که ما میتونیم بکنیم که آقا این رژیم با رژیم های دیگه فرق داره. اینا حتی کشورهای همجوارش مثل ترکیه، مثل عربستان سعودی، مثل نمیدونم روسیه، ما فرق میکنیم. خب اتفاق شما به همون حواله میریم ایتالیا، سلام میگیم آقای احمد رفعت عزیز در روم.
بله سلام آقای چنگی، خدمت شما و مهمانانتون ولی به ویژه بینندگان صدای آمریکا. آقای رفعت وقتمون کوتاست و میشنویم از شما ظاهرا در ارتباط با جعفر پناهی فیلمساز زندانی در ایران، باز هم در ایتالیا همونطور که توقع میره و میباید سخن هست و حرف و حدیث، میشنویم. بله آقای چالنگی، وزیر میراث باستانی و فرهنگ ایتالیا ساندرو بوندی در رابطه با محکومیت جعفر پناهی به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت کاری و سفری و گفتگو با مطبوعات یک نامه به رسانه های ایتالیایی فرستاده که خلاصه اون به شرح زیره. ساندرو بوندی می نویسه با توجه به همکاری های گسترده با جمهوری اسلامی ایران در زمینه فرهنگی و باستانشناسی، ما نمیتونیم نگرانی خودمون رو از زیر پا گذاردن مستمر حقوق اساسی مردم ایران به ویژه هنرمندان و شخصیت های فرهنگی پنهان کنیم. وزیر ایتالیایی در ادامه از دولت جمهوری اسلامی ایران میخواد بلافاصله آزادی جعفر پناهی رو به او بازگردانه. در خاتمه ساندرو بوندی همتای میگوید که به همتای ایرانی خودش هشدار داده در صورتی که جعفر پناهی از حقوق اساسیش برخوردار نباشه و تعزیقات علیه دیگر هنرمندان پایان نیابند، ایتالیا همکاری‌های فرهنگی و باستانشناسی خودش رو با این کشور قطع خواهد کرد، چون لزومی بر ادامه اون در این شرایط نمی‌بینه. این بسیار مهمه که این وزیر فرهنگ ایتالیا با توجه به اینکه اکثر از مقبره کوروش تا اصفهان تا شهر سوخته و بلوچستان همه اینا دست باستانشناسای ایتالیایی است، این که قطع روابط میتونه لطمه جدی حداقل در این زمینه به ایران وارد کنه. سپاسگزار هستیم احمد رفعت عزیز، با سپاس بسیار از شما. آقای فاروقی، در آلمان چگونه نگاه میشه به اوضاع جاری در ایران؟ سیاست آلمان رو، عضو مهم اتحادیه اروپا رو چه میبینی؟ آلمان نقش خیلی خیلی مهمی داره در اتفاقا در ارتباط با ایران. جمهوری اسلامی همواره یکی از شرکای اصلی اقتصادیش ظرف سالیان گذشته آلمان بوده و همیشه روی سیاست آلمان برای بیرون اومدن از بن‌بست‌هایی که درگیرش میشد حساب میکرد، ولی ما الان شاهد این هستیم که دولت آلمان سیاست خیلی خیلی شفافی رو نسبت به جمهوری اسلامی در پیش گرفته، نه تنها در ارتباط با مذاکراتی که بین کشورهای 5 به اضافه 1 با جمهوری اسلامی بر سر مناقشه هسته‌ای است، بلکه سر مسئله نقض حقوق بشر. آقای گیدو وستویله همونجوری که آقای رفعت عزیز از ایتالیا گزارش دادن، در ارتباط با آقای پناهی وزیر امور خارجه آلمان نامه داده و اعتراض کرده و خود خانم مرکل صدر اعظم این کشور بارها سیاست‌های نقض حقوق بشر در ایران رو مورد انتقاد قرار داده و صحبت بر سر اینه که مناسبات رو آنچنان کاهش بدن و تحریم ها رو در اتحادیه اروپا چنان گسترش بدن که جمهوری اسلامی وادار به پذیرش آن چیزی بشه که در سطح بین المللی جزو عرف و سیاست پذیرفته شده است. 30 ثانیه وقت داریم. چرا این همه جاسوس اقدام علیه امنیت ملی؟ نظامی که متکی به خداوند و متکی به ملت ایران هست، دانشجو همه دکتر رویا صادقی رو دارن متهم میکنن به جاسوسی برای اسرائیل و بقیه، ابوالفضل عابدینی. وقتی که شما سیاستی ندارین، سیاست شما به بن‌بست بخوره، چه سیاست خارجی به چه سیاست داخلی، خدمت شما عرض کردم روی دو پا اینها استوار هستن، انگ زدن، فشار آوردن روی ملت، فشار دادن. این تنها چیزی که این رژیم میخواد خودش از این مخمصه خلاص بکنه و آزاد بکنه که نمیتونم بکنه. بله دکتر رویا عراقی، پوزش دوباره و آقای ابوالفضل رو گفتم ارتباط با دول متخاصم از رامورموس و بسیاری دیگر. بله خب به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم، با سپاس بسیار از آقای فرد صابری عزیز، آقای دکتر جمشید فاروقی گرامی در آلمان، روز و روزگارتان خوش، تا جمعه آینده که با شما خواهیم بود. شما می توانید عکس ها و فیلم های خبری خود را به نشانی voapnn.com/negahshoma.cfm بفرستید. ابتدا لینک مورد نظر را در قسمت آدرس تایپ کنید،
سپس آدرس ایمیل خود را وارد کرده و اگر مایل هستید می توانید برای فایل خود موضوعی انتخاب کنید. سپس پیام خود را تایپ، فایل مورد نظرتان را انتخاب و روی سند ایت کلیک کنید. شما همچنین می توانید عکس های خود را به نشانی ایران@voanews.com بفرستید.